بنگریم به بزرگترین مورخ صوفی، چه در قدیم و چه در جدید، ابو نصر سراج توسی و همچنان که دکتر عبدالحلیم محمود شیخ سابق ازهر ازش نقل میکنه، اینو بشنویم ببینیم عمق توافق کامل و تشابه بین الفاظ و بین عبارتاشون و بین جملاتشون و بین اون چرا که شیعیان یا مدعیان تشیع درباره امام ها گفتن، میبینید که چه تشابهی وجود داره. چرا؟ چون منبع یکیست، آبشخور یکیست، مأخذ یکیست. به عنوان مثال اونها راجع به ائمه این حرفا رو زدن. ببینیم که ابو نصر طوسی راجع به عارفان و صوفیان چه میگوید. میگه این گروه، ان هذه الاصابه عنی الصوفیه، این گروه که قصدان صوفیانه، امنای خداوند بر زمین هستند، امنای خداوند بر زمینند. و خزرت و اسرارهی، اینن عبارت هایی کیه، خازنان اسرار خداوند بر زمین هستند، خازنان اسرار خدا و علم خدا، بلکه صفوت خداوند، برگزیدگان خداوند از خلق، از مخلوقاتش هستند. اونها بندگان مخلص خدایند، بلکه فهم عباده المخلصون، بندگان مخلص خداوند اینها هستند، اولیای متقین اینها هستند، ابدالها و صدیقان اینها هستند، اینها هستند که خداوند به معرفتش قلوبشون رو زنده کرده و جوارحشون را به خدمتش مزین کرده و زبانشون را به ذکرشون به کار گرفته و با مراقبت خودش از اونها اسرارشون را پاک کرده و با حسن رعایت از اونها و با دوام عنایت از اونها از کسانی هستند که حسنا و نیکی ازشون سبقت گرفته، یعنی نیک سرانجام شده اند و اونها رو به تاج ولایت متوج کرده و لباس هدایت بر اونها پوشونده و با عطف خود دلهای اونها را متوجه دلهای اونها شده و با لطف خود اونها را پیش خود جمع کرده و لذا از دیگران بی‌نیاز شدن و اون چرا که دست پیش خداست ترجیح دادن و به طور کلی منقطع به او شدن و بر او توکل کردن و باب او اعتکاف کردند و به قضایش راضی شدند و به بلایش صبر کردند و به خاطرش از وطنها دوری گزیدند و از برادران جدا شدند و به خاطر او نسبها را ترک کردند و همه ارتباطاتشان را قطع کردند، از مردم فرار کردن و با او انس گرفتن. بعد این آیه رو میخونه که ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. این عبارت ها هر کسی که ذره ای عقل داشته باشه، ذره ای سخن شناس باشه، ذره ای به کتاب ها آشنایی داشته باشه، میدونه که این کتاب ها فتوکپی هم دیگره، افکار یک افکاره. اینجا اسم صوفی ولایت گرفته، اونجا اسم امامت گرفته. برای ما اسم مهم نیست،